با گرمترین درودها خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه و با شادباش‌های نوروزی، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با استاد دانشگاه در پاریس دکتر جلال ایجادی. آقای دکتر جلال ایجادی، سلام بر شما. درود بر شما جناب آقای حسین مهری و همچنین درود بر همه ایرانیان عزیز در هر کجای این خاک و قبل از هر چیز این نوروز بر همگی خجسته باد. این نوروز که پیام شادی با خود داره، پیام رستاخیز طبیعت رو با خود داره، پیوسته و پیوسته از دیهای دور به دست ما رسیده و کماکان باید اون رو حفظ بکنیم، زیرا این جشن بیان شادمانی روح تمام ایرانیان هستش و بنابراین بر همه مبارک باد. چه زیبا گفتین آقای دکتر. خواهش می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر. خوبین؟ متشکر. بله، من بسیار خوب هستم، به خصوص که این دوران عید خیلی آدم خوب براش بهتر می بود که اگر در داخل خود ایران هم میتونست راحتی زندگی بکنه، آمد و رفت بکنه، از آزادی برخوردار باشه. ولی خب به هر حال تا چند مدت نمیدونم، ولی که به هر حال برای یه مدت دیگه کماکان به این صورت هستش. ولی که به هر حال همین فضای شادمانی که در ایران و همچنین در سایر بخشایی که خارج از ایران هستن و در چارچوب اون به اصطلاح امپراتوری بزرگ ایران قرار می گرفت، همه و همه در واقع این شیفتگی و شادمانی رو ما با خودون حب می کنیم و به این ترتیب من هم به نوبه خودم در این شادمانی شرکت می کنم. بسیار خوب و بسیار جالب و همیشه خوب و خوش و خندان باشند. شادمان باشید همواره آقای دکتر. آقای دکتر جلال ایجادی، بفرمید که یه پرسشی شنونده از شما دارن، امیدوارم که آماده پاسخ دادن به آن باشید. و آن این است که ایشون پرسیدن در چه شرایطی یک رژیم سقوط میکنه از دیدگاه جامعه شناسی؟ بله، این پرسش بسیار ساده ولی بسیار بسیار در ذهن پیچیده هست، به خاطر اینکه پاسخ گفتن به این مطلب خیلی آسان نیست. ولی کن در یک نگاه عمومی اگر ما توجه بکنیم در بستر تاریخ، متوجه شدیم که جاهایی که کشورهایی که به هر حال بحران به وجود آمده، شورش به وجود آمده، انقلاب به وجود آمده و تغییر یک رژیم به وجود آمده، اون لحظه ای هست که بالایی ها دیگه نمیتونن به راحتی حکومت خودشون رو ادامه بدن و پایینی ها یعنی اقشار گوناگون مردم کاملا اعتماد خودشون رو نسبت به دستگاه حاکمه از دست دادند. دیگه برای اونها هیچ جنبه قدسیت این نظام سیاسی با خودش نداره، هیچ گونه مشروعیتی با خودش نداره و همه حرکت این رژیم به ریشخن گرفته میشه. همه حرکت این رژیم بر پایه در واقع حسابگری های نظام حاکمان در واقع مورد ارزیابی قرار میگیره و بنابراین اون لحظه ای هستش که دیگه بالایی ها نمیتونن به راحتی چی قدرت خودشون رو، حاکمیت خودشون رو ادامه بدن و به لحاظ این تناقضایی که به هر حال در پایین و بالای جامعه به وجود میاد، بالا منظورم حاکمان هستش، در درون خود گروه های حاکمه هم بیش از گذشته این امر تشدید میشه. ما اگر توجه بکنیم الان برها 40 سال گذشت، حدوداً 40 سال گذشت. این 40 سال ما پیوسته دوره های با به اصطلاح مبارزات گوناگون مواجه بودیم، دوره های تناقضات درون بالایی ها باهاشون مواجه بودیم. ولی امروز حس من این هست، اجازه بدیم بهتون بگم از ته دل، در ضمن که فکرم در این حال خواستار این هستم که من رو راهنمایی بکنه و همچنین تجربیات دیگران، این هستش که حس میکنم که در این دوران اخیر
جامعه ایران در یک شرایطی قرار گرفته که واقعا این جنبه های اعتراضی، جنبه های جوشش، جنبه های در واقع مورد رد از جانب جامعه افزایش پیدا کرده، یک شور و یک هیجانی در دل این جامعه هستش که دیگه نمیخواد نسبت به گذشته در واقع خاموش بشه، نسبت به حکومت خاموش بشه و پیوسته میخواد این حرکت رو با تکونهایی که در درون این سیستم به وجود آورده میخواد با به اصطلاح تکانهای شدیدتری این سیستم رو کنار بزنه. و ما وقتی که نگاه میکنیم در ماهای اخیر آنچه که روی داد، یعنی اون رژیم از ابتدا مطرح کرد که چی؟ رژیم پابرهنه ها هستش و ما دیدیم گرچه این امر یک امر در واقع کاملا تبلیغاتی بود، واقعیت نداشت، ولی به هر حال بخشای مهمی از اقشار در واقع ناچیز جامعه، بیچیز جامعه شرکت کرده، اون کسانی که در فرق بودن، اون کسانی که در واقع از محرومیت گستردهی رو درش قرار داشتن، کسانی بودن که در واقع صدای خود رو نشون نداده بودن. این بار ما متوجه این هستیم که روشنفکران همیشه، دانشجویان پیوسته، اقشار متوسط کم و بیش، و این بار کسانی که اقشار توده های گسترده این جامعه هستند، از کارگران، از زحمتکشان، کسانی که در واقع نمیتونن دیگه قبول بکنن زیرا کارت به استخونشون رسیده، اینها وارد این جریان مبارزاتی شدن. و برابری این بیان این هستش که ابعاد جامعه واقعا تکون خورده و این تکون ها میتونه گسترده بشه، هرچند که جنبه در واقع سیکلیکی، یعنی در واقع افت و خیز داره، ولی که در مجموع خودش یک مسیری رو تعقیب میکنه که این مسیر به سوی تشدید تضادهای هر چی بیشتر هستش. و حس من این هستش که اون زمان، زمانی که البته باز ما نمیتونیم بگیم در چه تاریخی، چه گونه و غیر ذلک، ولی که یک بیان، یک گرایش هستش، بیان یک فضا هستش، بیان یک بی‌اعتمادی گسترده همه جانبه هستش. و به این خاطر هستش که من حسم در این هستش که امیدوارم و امیدواریم رو اضافه میکنم به این حس و این تحلیل خودم که به هر حال در کوتاه مدت ما بتونیم به نقطه‌ای برسیم که جامعه بتونه یک تکون جدیدی در واقع جانانه از خودش نشون بده و این نظام رو به این ترتیب به پایان خودش برسونه و برابر این واژگونش بکنه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جلال ایجادی. گزارشی خواندم از صندوق بین المللی پول درباره ایران که میگوید مافیای قدرت و پول ایران رو به سمت انفجار میبره. صندوق بین المللی پول به عنوان تازه ترین پیشبینی درباره اقتصاد بحران زده ایران گفت که افزایش نرخ ارز در سال جاری و آینده نیز ادامه خواهد یافت و تورم در ایران از مرز 12% خواهد گذشت. آقای دکتر نظرتون؟ بله، همونطور که ما میدونیم صندوق بین‌المللی در واقع پول پیوسته خواستار سیاست‌هایی بوده که بتونه به بازار آزاد در واقع امکانات بده و بتونن بخش خصوصی و بازار آزاد به اصطلاح با یک گردش در واقع راحت‌تری از طریق سرمایه ریزی کردن، از طریق در واقع بازار به اصطلاح اقتصادی رو گشودن اجازه بده که رونق اقتصادی افزایش پیدا کنه. البته صندوق بین‌المللی پول همیشه رعایت نکرده تمامی جنبه‌هایی که باید رعایت کرد. منظور من در عرصه اجتماعی هستش، منظور من در ارتباط با مسائل محیط زیستی هستش. پیوسته خواسته که در واقع سهم دولت و همچنین سیاست‌هایی که هزینه‌هایی هستش در ارتباط با به اصطلاح مسائل مربوط به اجتماع رو پیوسته کم بکنه.
و در گذشته هم در ارتباط با ایران بارها این امر رو در واقع تشویق کرده و مورد حمایت قرار داده. ولی که امروز ما متوجه میشیم که این صندوق بین‌المللی پول که در واقع پیوسته به هر حال اینها امکانات تحقیق دارن، امکانات به اصطلاح پژوهشی دارن و مسائل خوب تعقیب میکنن و بنابراین مسئله به اصطلاح فساد و رانت دولتی تازه نیست، یک پدیده جدیدی است، از ابتدا وجود داشته، ولی که آنچنان این پدیده رشد کرده و آنچنان همه جانبه شده و آنچنان پولهای نفتی در واقع داغون شده و آنچنان فساد و رانتی که ناشی از این آنچه که درآمد در این کشور هستش به شکل در واقع به شکل کاملا غیر قانونی توسط خود این جناح‌های مختلف حکومتی در درون خودشون پخش میشه و به بخش‌های گوناگونی مانند مربوط به نظام، قدرت‌های نظامی، قدرت نظامی و همچنین نهادهای مذهبی پخش میشه و برابری این پول به مجرای راستین خودش که امر اقتصاد و امر صنعت و امر در واقع شغل‌آفرینی باشه چی به کار گرفته نمیشه و به همین خاطر هستش که امروز در واقع صندوق بین‌المللی پول اعتراضش به چیز، اعتراضش در واقع به این فساد همه جانبه هستش، اعتراضش به این که در واقع این پول ایران در واقع به هیچ وجه دیگه ارزشی نداره، زیرا پول زمان ارزش داره که متکی بر چی باشه؟ متکی بر ایجاد ارزش اضافی، متکی بر ایجاد ثروت‌های مادی در یک کشور و متکی بر یک اقتصاد شکوفا و متکی بر یک صنعت و تکنولوژی درست باشه. زمانی که این ساختارهای اساسی در واقع ویران باشه و بنابراین پولی که هستش و یا پولی که دولت به همین ترتیب وارد بازار میکنه برای در واقع مجموعه هزینه‌هاش، این هیچ گونه به اصطلاح استحکامی نداره و به همین خاطر هستش که بی ارزشی پول بیان دو مطلب است: یک، در واقع ویران بودن اقتصاد ایران، و دو، برمیگرده به میزان هزینه‌های غیر لازم و فسادآور و راندخاری که در این مکانیزم وجود داره و به این ترتیب هستش که مجموعی اقتصاد رو چی ناتوان میکنه و قادر نیست در ارتباط با تورم مبارزه بکنه، قادر نیست برای در واقع ایجاد شغل مبارزه بکنه و بنابراین میزان بیکارها باز هم بیشتر و بیشتر میشه و به اصطلاح این وضعیت منجر به چی میشه؟ به فقیرتر شدن بیشتر مردم میشه. این راه یه امر پیچیده‌ای نیست، به این خاطر که جامعه پولاریزه میشه، قطبی میشه بیش از پیش و بنابراین بالایی هایی که به خصوص اونهایی که در حول و حوش حکومتی ها هستن و یا از این مکانیزم کنونی استفاده رانتی میبرن، از یک سو در واقع پر درآمد و پر پول میشن و بخش های پایینی جامعه بیشتر در واقع فقیرتر میشن و حتی بخش میانی جامعه، طبقات متوسط هم بخشی از قدرت اقتصادی خود چوچی از دست میده. به این خاطر هستش که اون هشداری که صندوق بین‌المللی پول میده کاملا هشدار واقعی هستش و این بیان چی هستش؟ بیان دوران شدیداً دوزخی اقتصاد به هم ریخته ایران هستش. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ایجادی، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که در گفتگو با وزیر اوقاف سوریه، گفته است که سوریه خط مقدم است و وظیفه ایران است که از ایستادگی کشور سوریه حمایت کند. او همچنین گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در چهره یک مبارز و یک مقاوم بزرگ ظاهر شده است. نظرتون چیه؟ بله، عرضم حضورتون که اینها تمام تبلیغاتی برای خود و سیاست خود هستش. ما این رو اگر از دو زاویه نگاه بکنیم، جامعه ایران، ملت ایران هیچ وجه به هیچ وجه نفعی نداره
در این که در کشورهای منطقه ایجاد بلوا و آشوب بکنه، این که هزینه های نظامی به کار ببره، این که در واقع پول های بسیار بسیار کلانی رو در سوریه و همچنین در لبنان و همچنین در یمن و همچنین در بحرین و همچنین در عربستان برای شیعیان غیر و ذالک مورد استفاده قرار بده، از نظر منافع ملت ایران تمام این سیاست ها محکومه. اینها در واقع چپاول ثروت های یک مملکت و از سوی دیگه ایجاد خطر برای مملکت، ایجاد بی‌ثباتی در کل منطقه هستش و برابری از نظر منافع و مصالح ملی ایران کاملا محکوم هستش. ولی از زاویه حکومت اسلامی که بیان یک به اصطلاح طبقه حاکم، طبقه راندخار، طبقه بسیار بسیار ثروتمندی هست که در ضمن دارای یک سیاست امپریالیستی در منطقه هستش، دارای یک سیاست استعماری در منطقه هستش و این سیاست که یک از ویژگی‌هاش در واقع ایجاد آشوب و همچنین رقابت جویی های بسیار ناسالم در این منطقه هستش، این در راستای منافع و در واقع کیش شخصیت این افراد و همچنین جاه طلبی این افراد از جمله آیت الله خامنه ای هستش و به همچنین تمامی سرداران سپاه پاسداران هستش. ببینید امروز محمد میدانن به تبع ما از نظر تاریخی با اسرائیل هیچ گونه اختلاف و جنگی نباید داشته باشیم، زیرا اساساً در این راستا هیچ گونه ما تناقض در واقع منفعتی نداریم. یک، در ارتباط با کشورهای عربی سیاست صحیح بر این می بود که سیاست صلح دوستی و به صلاح همزیستی مسالمت آمیز در نظر گرفته بشه و نه از زاویه شیعه علیه سنی و نه از زاویه منافع رژیم جمهوری اسلامی در کل منطقه برای ایجاد توطئه های گوناگون. و هرچند که رژیم عربستان یک رژیم کاملا از نظر ما به هیچ وجه دموکرات نیست، به هیچ وجه از این زاویه قابل دفاع نیست، ولی که به عنوان منافع کشوری خودمون هرگز و هرگز در جستجوی این نمیتوانستیم و نباید باشیم که با یک کشور دیگه وارد جنگ و جدال و برابری خشونت طلبی باشیم. و آنچه که در سوریه مطرح هستش، درست سوریه امروز چرا بر سر کار هستش؟ رژیمی هستش که به هر حال میدونیم جنایت های بسیار کرده، منظورم رژیم اسد هستش، رژیمی هستش که امروز که در ارتباط با داعش بود به هر حال تونست خودش رو روی کار نگه داره، این هم به اعتبار یک مجموعه امکانات نظامی و مشاوری که روسیه بهش دادن و همچنین به اعتبار مجموعه کمک‌های مالی کلانی که دولت ایران و همچنین مستشاران نظامی ایران به دولت سوریه کرده. و بنابراین آنچه که برای رژیم ایران مهم هستش به اصطلاح افتخار بکنه. بر چی؟ بر تمام کشتگانی که اونجا کشته شدن و این زیر بمب‌هایی که توسط ایران از جمله هدایت می‌شدن کشته شدن. این هیچ افتخاری نداره. اون افتخار در واقع یک رژیم استبدادی و جانی هستش. از سوی دیگه تمامی امکانات مالی کشور ما مورد سوء استفاده قرار میگیره و برابر این اون رقابت جویی که امروز وجود داره، رژیم میخواد بگه که ببینید من اگر در داخل مورد اعتراض قرار گرفتم ولی دارای پایگاه بسیار قدرتمندی در خاورمیانه و از جمله در لبنان و به خصوص امروز در چی؟ در سوریه هستم. و به این ترتیب هستش که بنابراین این امر رو به عنوان یک سیاست تبلیغاتی از جانب رژیم ما باید تلقی بکنیم و این امر رو در ارتباط با رقابت جویی منطقه‌ای باید تلقی بکنیم و مطمئن باشید که حتی روسیه که امروز هم جبهه رژیم ایران هستش، در امتیازات اقتصادی که در روسیه در سوریه به دست خواهد آورد
چه بسا ایران رو، یعنی رژیم ایران رو در یک موضع بازنده قرارش بده و این رو آینده نزدیک نشون خواهد داد. بنابراین این سیاست کاملا خطا هستش و بنابراین جز خرابی و جز بیچارگی برای ملت ما و جز آشوب برای کل منطقه چیزی دیگه ای نمیتواند داشته باشند. آقای دکتر، خامنه ای در مشهد گفت که به کسانی که اعتراض میکنند که چرا جمهوری اسلامی در سوریه دخالت کرده، گفته است به شما چه که ایران در عراق و در سوریه دخالت میکند و از حضور ایران در چند کشور منطقه دفاع کرد. آی دکتر، جناب آقای حسین مهری، ما میدونیم که این رژیم رژیمی هستش که هرگز و هرگز مشروعیت نداشت. کسانی که بر سر قدرت هستن، کسانی که بدون هیچ گونه اینکه بخواد اونها جز تبهکاری در طول این 40 سال کار دیگه ای ندارن، کسانی هستن که در واقع قاتلین مردم ما هستن، قاتلین روشنفکر و دانشجو و زن و کارگر ایرانی هستند و بنابراین اینها به هیچ وجه قدرتی که دارن قدرتی متکی بر مشروعیت، متکی بر حقانیت نیست، ولی که اونها جباران کنونی هستند، جبارانی که تمامی امکانات رو در دست گرفتن و زمانی هم که ملت حقوق خودش رو میخواد و ملت میگه چرا پولهای این کشور رو به جای دیگه میبرید و در واقع صرف منافع و مصالح خودتون میکنید. امروز شما بدونید، همه ملت میدونن که کارگران ایرانی، بخشی از این کارگران ایرانی در واقع به حقوق اولیه خودشون نمیرسن و ازش محروم هستن. افراد حدود نزدیک 30 میلیون تا حتی 40 میلیون گفته میشه که در شرایط خط فقر هستند، یعنی زیر خط فقر هستند. نیمی از اینها در فقر، به اصطلاح فقر مطلق هستند. یعنی چی فقر؟ یعنی به این معنا که اینهایی که حتی 1 میلیون هم که به فرض بگیرم، با 1 میلیون هرگز شما نمیتوانید خوراک و مسکن و پزشکی و امور آموزشی یک خانواده دو نفره با یک یا دو تا بچه رو تأمین بکنید. به هیچ وجه این امر میسر نمیشه به لحاظ مجموعه تورمی که در ایران وجود داره و بی ارزشی پول ایران، و به همین خاطر هستش که این همه پول و ثروتی که میبرند و میخورند و در حسابهای خودشون در داخل و خارج در واقع جایگزین میکنن، این در واقع اذان این ملت هستش و بنابراین این ملت از حقوق خودش، از ثروتهای خودش محروم هست و جز در واقع سرکوب، جز در واقع مسخرگی از جانب مجموعی این کسانی که در قدرت هستن، یعنی چه به سر اصولگرا و چه اصلاح طلب و در رأس اونها بیت خامنه ای، اینها همه و همه یک طرف و بنابراین کارشون چپاولگری بر پایه دینشون هستش و به این خاطر هستش که حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه، این حرف در واقع جز یک حرف زشت چیز دیگه ای نیست. آنچه که حق ملت هستش از اینها بپرسته و اینها رو در واقع در برابر دادگاه قرار بده، زیرا در واقع پرونده اینها، پرونده جنایت، پرونده چپاول اینها سر به آسمان زده و به همین خاطر هستش که حق مردم ملت ما هستش که بگویند آنچه که میخواهند، زیرا کسانی که بر این ایران حکومت میکنند، این حکومت، حکومت نامشروع، حکومتی ضد دموکراتیک، استبدادی و اسلامی هستش و مردم ما چنین افرادی رو نمیخواهند. میخواهند با این حکومت آخوندی چی پایان بدن اوضاع کنونی رو، و به همین خاطر هستش که واقعا مردم ما پیوسته از تریبون آزاد محروم بودند. هیچ کسی در این مملکت قادر نیست حرف دل خودشو بزنه و زمانی که تظاهرات به وجود میاد، میان تو خیابون‌ها و شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، این حرف یک
حرف دل اونها هستش، حرفی هستش که میگه که نه در واقع غزه، نه لبنان، نه سوریه پول برای مملکت ایران، این حرف دل اونها هستش و این حرف دل حرف حقیقت هستش، حرف در واقع بیان مطالبات و خواستای عمیق مردم ما هستش. پس بنابراین آنچه که مردم خواهانش هستند حقانیت با آنهاست. آقای دکتر ایجادی، رهبر جمهوری اسلامی باز هم در مشهد گفته است که آزادی در ایران تأمین شده. او گفت که در ایران آزادی فکر، آزادی بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر جمهوری اسلامی است مورد فشار، تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد. بله، ببینید آقای مهری عزیز، من به این آقای خامنه‌ای یک پیشنهاد دارم. این که برای اولین بار در تاریخ این 40 ساله خودش یک بار یک در واقع اجازه بده که چی؟ که در واقع در برابر روزنامه نگاران آزاد قرار بگیره و روزنامه نگاران ایرانی و خارجی در این مراسم وجود داشته باشن، حضور داشته باشن و در ارتباط با 40 سال بیلان و در واقع جمع‌بندی این حکومت اسلامی از ایشون چیکار کنن؟ سوال بکنن، پرسش بکنن. تمام جلساتی که ایشون میذاره یک نفره هستش، اون بالای منبر میره حرفش میزنه و تمام در واقع افراد جاسوس دور ورش هستن، افرادی هم که در اون مجلس هستن افراد دستچین شده ای هستن و بنابراین تمام اینها جز امر مسخره چیزی دیگه ای نیست. بنابراین اگر آیت الله خامنه ای میگه که در ایران آزادی وجود داره، اولین اقدام اجازه دادن به چی؟ به در واقع مجموعه روزنامه ها، مجموعه مطبوعات هستش که بیا از رهبر جمهوری اسلامی سوال بکنن. شما خودتون بارها میبینید در تمام این کشورهایی که درش دموکراسی وجود داره، وقتی که در واقع یک کنفرانسی گذاشته میشه، ریاست جمهوری میاد صحبت میکنه، تمامی گرایشات مختلف روزنامه نگاران میان با آزادی نظرشون رو مطرح میکنن، انتقاد حتی مطرح میکنن، سوال میکنن و غیر و ذلک. و بنابراین این چنین چیزی در ایران نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بر اساس استبداد دینی، استبداد خوزوی هستش، این جمهوری بر پایه استبداد فرد آیت الله خامنه‌ای هستش و اونجایی هم که مجموعه نظام در واقع مورد خطر قرار میگیره، اینها تنها و تنها آنچه که ازش استفاده کردن سرکوب، زندان و خشونت بوده. به عنوان نمونه شما اگر توجه بکنید تمام این دوران اخیر، چند ماهای اخیر رو نگاه بکنید، مگه دراویش گنابادی چه کردند؟ اعتراض دارن، حرف دارن، میگن که به اصطلاح سیستم ولایت فقیهی مورد اعتراضشون هستش، هرچند که من به هیچ وجه با تفکر این افراد توافقی ندارم، ولی اگر بحث بر سر آزادی هست همه افراد باید آزادانه حرفشون رو بزنن. مگر کسانی که طرفدار محیط زیست در به اصطلاح ماه‌های اخیر بودند و امروز در زندان‌ها هستند و یا مانند آقای سید امامی در واقع کشته شدند در درون به اصطلاح زندان‌ها، مگه اینها چی خواستند؟ اینها خواستند حرف بزنند. حرف در ارتباط با چی؟ در ارتباط محیط زیست، در ارتباط با سلامتی انسانها، در ارتباط با فعالیت‌های در واقع خطرناک اتمی در ایران. چرا اینها در واقع به زندان افتادن؟ چرا اینها نمیتونن بیان در رادیو و تلویزیون در واقع اینها صحبت بکنن؟ چرا؟ از سوی دیگه شما توجه بکنید تمامی زنان ایران، دختران خیابان انقلاب این همه اعتراض میکنن، این همه اینها جانفشانی میکنن،
این همه در واقع شجاعت نشون میدن، میان در درون خیابان ها بالای در واقع این کموت های مربوط به اصطلاح الکتریسیته و برق و غیر ذلک که نشون بدن که مخالف این حجاب ننگین اسلامی هستند و بنابراین میدانن که آنچه که در انتظارشون هستش بردن اینها به زندان، به اصطلاح توهین به اینها هستش، جریمه نقدی هستش، بودن در زندان هستن. اینها چه میخوان؟ اگر اینها میگن که آزادی هستش، جلسه بحث در تلویزیون گذاشته بشه که اینها بیان نشون بدن و بگن چرا در واقع اینها ضد این حجاب هستند. حجاب اسلامی ما نمیخواهیم، به خاطر اینکه زن باید آزاد باشه، آزاد در همه زمینها از جمله در پوشش خود. و اون آخوندهایی هم که افکار ارتجایی و تهجرآمیز خود رو دارن بیان اونها هم دفاع بکنن از نظر خودشون. چرا این امر صورت نمیگیره؟ کشاورزان ایران، کارگران ایران، تمامی بخش‌های مختلف جامعه ایران اعتراض داره. اینها چرا قدرت و یا امکان این رو ندارن که در درون روزنامه‌ها، در درون این همه شبکه‌های رسانه‌ای که وجود داره و در دست حکومتیان قرار گرفته، چرا از اینها نمیتونن اینها استفاده کنن؟ پس بنابراین آنچه که آقای خامنه‌ای میگه یک دروغه. آقای خامنه‌ای یک دروغگوی حرفه‌ای هستش، یک آخوند دروغگو هستش. هیچ زمانی شما حقیقت را از دهان آخوندها نخواهید شنید، و به خصوص آن کسانی که در قدرت هستند. اساساً یکی از حربه‌های اساسی ادامه قدرت اونها چیست؟ یک، قدرت و سرکوب. دو، دروغ و گول زدن و فریبکاری کردن. پس بنابراین آقای خامنه‌ای جز آنچه که همه آخوندها، همه افراد ستمگر در ایران ما کردن، کار دیگری نمی کنن. آقای دکتر، احمدی نژاد پدیده تازه‌ای شده. در دو نامه‌ای که نوشته است به آیت الله خامنه‌ای، گفته 40 سال است که هیچ نوع آزادی ما در ایران ندیده ایم. بعد هم گفته که آیت الله خامنه ای 700 هزار میلیارد تومان رو در نهادهای اقتصادی به خودش اختصاص داده. بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام. در اینجا بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که از مردم، از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها مردمان بیخبرند. این رو آقای احمدی نژاد گفته که خودش 8 سال برای مردم استبداد روا داشته. بله، یه واقعیتی هستش که امروز به هر حال یک تجربه 8 ساله آقای احمدی نژاد، یک تجربه سیاه، یک تجربه راندخاری، یک تجربه چپاول، یک تجربه در واقع خجالت آور، یک تجربه شرم‌آور چیزی دیگه ای نبود. برای تمامی مملکت ایران، برای تمامی ایران در ایرانیان در داخل کشور و خارج کشور، تمام دوران آقای احمدی نژاد یک دوران در واقع جهنمی بود که در واقع آبروی به اصطلاح کشور ما رو برد، که در واقع دست سپاهیان رو بیش از گذشته باز کرد، و پس از اون که در اختلافات قرار گرفتند و بعد از اینکه دو دوره جمهوری اسلامی رو در واقع تجربه کرد و در رأس قرار گرفت و به نوبه خودش به هر حال ریخت و چاپید و غیر ذلک، امروز به لحاظ تشدید تناقضات اینها درگیری پیدا کردند. در ارتباط با بخش اول صحبتمون، اشارم در ذهن به همین بحث بود که در درون بالایی ها اختلافات اوج گرفته است. آقای احمدی نژاد و تمام به اصطلاح جناحیشون جزء بالایی ها هستند.
هر کسی که انتقادی بر این نظام داره الزاماً مواضع مترقیانه و متکی بر منافع مردم نداره. آقای احمدی نژاد جزء اونها هستند. سابقه گذشته است، سابقه در درون سپاه هستش، دوران در واقع کاملا به اصطلاح سیاه در درون شهرداری تهران و پس از اون به قدرت رسیدن، پس از اون تمام امکاناتی که در ایران وجود داشت، تمام در واقع حمایت هایی که ایشون از جانب خامنه‌ای داشتن و خامنه‌ای بارها گفته بود که این فرد نزدیکترین فرد به نگاه اون و بینش اون هستش. بنابراین امروز این کار به جایی رسیده که بخشی از این بالایی ها علیه بخش های دیگه به این ترتیب که میتازه، زیرا امروز اون لحظه ای هستش که یاران ایشون در واقع در شرایط حساس و خطرناکی قرار گرفته، مسئله زندان این افراد هستش و چه بسا خود این فرد رو هم در واقع چنین سرنوشتی در انتظارش باشه. ولی از اونجایی که ایشون میدونه همین به اصطلاح افشاگری اخیر 700 هزار میلیارد تومانی رو، این امری هستش که پیوسته میدونسته، چرا در این لحظه در واقع ایشون منتشر میکنه و حرفشو میزنه؟ چرا از همون ابتدای به اصطلاح یکی دو سال پیش که به نحوی اعتراضات خودشو آغاز کرد چرا اون موقع نگفت؟ چرا در زمانی که مسئله به اصطلاح دوران حکومت ایشون بود چرا بخشی از این مجموعه به اصطلاح دزدی ها رو مطرح نکرد؟ پس بنابراین امروز یک چیزی میگذره، یک واقعیتی وجود داره، این هستش که آقای احمدی نژاد به نظر من حس میکنه که خطر در واقع اون هم تهدید میکنه و از سوی دیگه به اونها میگه و میدونه و بسیار بسیار شناسنامه اونها تو دستشون هست، از جمله بیت رهبری و از جمله به اصطلاح فرزند آقای به اصطلاح خامنه ای، مجتبی خامنه ای، اینها رو ایشون میشناسه، پرونده های داخلی رو داره و بنابراین الان این استفاده رو میبره که چی؟ که خودش حفظ بکنه، که جلوی در واقع این حرکت گازنبوری که به اصطلاح سیستم قضایی ایران با تایید خامنه‌ای آغاز کرده، جلوی این رو بگیره. و به این خاطر هستش که برای از نظر من در واقع این جنبه هایی که ایشون مطرح میکنه جنبه هایی از واقعیت هستش، ولی بیاد تمام این آنچه که سیاهکاری هستش رو بریزه بیرون و از سوی دیگه بگه که در طی این دو دور ایشون ریاست جمهور بودن در پشت پرده چه گذشت. بیان بگن که خود ریاست جمهوری این فرد در واقع بر پایه تقلب و بر پایه سازش بین بیت رهبری، سپاه پاسداران و جناح خدا خودیشون بودش. اینها رو چرا نمیگه ایشون؟ و به این خاطر هستش که ما برها ترچی که اطلاع از درون این سیستم اهریمنی بیرون میاد باید بگیریم و استفاده بکنیم و ازش مطلع بشیم، ولی این به هیچ وجه رضایت ما رو نمیتونه فراهم بکنه، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد طرفدار آزادی مردم نیست. امروز در واقع درگیری بین افراد مافیا بالا گرفته، درگیری بین دزدان بالا گرفته. پس که آقای احمدی نژاد بله جنبه ای از واقعیت های پوشیده در درون نظام هستش، ولی آنچه که مطرح میکنه و هدفی که داره، این هدف دارای حقانیت نیست، بلکه فقط و فقط برای حفاظت و حفاظت منافع خود و جناح خود و جلوگیری کردن از ضربه های بعدی است. آقای دکتر، مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیرا منتشر شد اعلام کرد که 10,000 خانوار در ایران در چادر، در کپر، در آلونک و زاغه زندگی می کنند. در همین گزارش اشاره شده است که خانوارهای شهری کشور به طور متوسط در هر هفته بیش از 175 هزار تن پسماند تولید می کنند. خیلی با
مردمی که در زاغا زندگی می کنند. بله آقای مهری عزیز، همونطور که گفتیم اگر بر پایه خود آمار رژیم حتی که باز این بیان فقدان آزادی هستش، به خاطر اینکه آماری که داده میشه پیوسته و پیوسته ما باید در نظر بگیم که آمار در واقع ضعیف هستند و تمامی واقعیت ها رو منعکس نمی کنند، و بنابراین اگر این رو در نظر داشته باشیم که حدودا نصف از جامعه ایران 80 میلیون آدم هستش، نصف از این جامعه در شرایط فقر و فقر شدید به سر میبره، خب این خیلی خیلی مسئله دردناکی هستش. کسانی که در واقع در زلزله کرمانشاه بودن و در همچنان که ادامه داره در زیر چادر و در میان آب و برف و باران زندگی میکنن، در فقر مطلق زندگی میکنن، اینها چی؟ کسانی که در واقع در سیستان و بلوچستان ما زندگی میکنن، در فقر و بدبختی و بیچارگی زندگی میکنن، کسانی که در بخش‌های مختلف حتی پایتخت ایران در شرایطی که در زاغه‌ها و در زیر چادر و در حلبی آباد‌ها زندگی می‌کنند، این یک امر بسیار بسیار گسترده‌ای در جامعه ما هستش و خبرنگار نمی‌تونه این رو بره گزارش بده و این گزارش بیاد در درون رسانه‌ها به شکل آزادانه پخش بشه، به خاطر اینکه تمامی این به اصطلاح خبررسانی‌ها به عنوان خبررسانی امنیتی در واقع تلقی میشه. گاه به گاه اینجا و اونجا ما گزارشی رو میبینیم، بسیاری از این گزارش های دردناک در واقع جلوش گرفته میشه، حتی در واقع خود روزنامه نگاران چه بسا دستخوش به اصطلاح خودسانسوری باشن، و به این خاطر هستش که امروز در واقع مملکت ما فقیر شده به خاطر اینکه جمعیت بسیار بزرگی از جامعه ما در واقع در فقر بیشتر فرو رفته، به این خاطر هستش که در واقع کارگاه ها و بنگاه های تولیدی ما، بسیاری از این کارگاه ها و بنگاه های تولیدی در واقع از فعالیت خود باز ایستادن یا بخش مهمی از فعالیت خود رو از دست داده، به خاطر اینکه نمیتواند به اصطلاح سرمایه گذاری لازم بکنه یا امکانات برای به اصطلاح داشتن ماشین، امکانات به اصطلاح بانکی و غیر و ذالک نداره که ازش استفاده بکنه، و بنابراین اقتصاد در واقع مریض هستش، سیستم مالی ایران مریض هستش، تمامی در واقع نهادهای بانکی ایران اینها در واقع یا مریض هستن یا صداشون خراب شد. آقای دکتر، آقای دکتر ایجادی، آقای دکتر ایجادی، پایتخت اتریش بنابر نشریه مؤسسه رتبه بندی مرکز برای نهمین سال متوالی عنوان بالاترین کیفیت زندگی را از آن خود کرده و تهران در رده 200 قرار دارد. های دکتر. بله. بفرمایید نظرتون چیه؟ شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست. بله ببینید، ما در ارتباط با زندگی و کیفیت زندگی باید تعریف کنیم که این کیفیت به چه چیزهایی بستگی داره. زمانی که از نظر به اصطلاح استانداردهای بین‌المللی ما حرکت می‌کنیم، وقتی میگیم کیفیت زندگی به این برمیگرده که شما امکانات لازم برای مسکن داشته باشید، برای آموزش داشته باشید، بعد در واقع چی به اصطلاح فعالیت اجتماعی و شغلی داشته باشن افراد، و همچنین بیان این هستش که در محیطی بتونی زندگی بکنید که محیط زیست در واقع به عنوان یک خار یا خنجری در قلب افراد نباشه، بلکه اونها رو در واقع بتونن ازش استفاده بکنن.
مسئله کیفیت زندگی برمیده به این که در این زندگی در واقع شادی وجود داشته باشه، در این زندگی موسیقی وجود داشته باشه، هنر وجود داشته باشه، یعنی تمامی به اصطلاح محبت هایی که برای بشریت لازم هست برای زندگی مادی و زندگی معنوی انسان لازم هستش، اگر چنانچه اینها برقرار باشه، یکی از این جنبه ها هم مسئله در واقع سطح زندگی اقتصادی افراد هستش و بنابراین شاخص اقتصادی حتما لازم هستش، ولیکن این به تنهایی نمیتونه کیفیت رو بیان بکنه. شما در کشورهای به اصطلاح کاملا پیشرفته اگر نگاه بکنید، وقتی که نهادهای مربوط به آمار و یا جامعه شناسی امر کیفیت رو در تمامی این شاخص ها رو در نظر میگیرن و از جمله اینکه درآمد یک مملکت تا چه میزانی در واقع بالا هستش و بنابراین خانواده ها چه امکانات مادی رو دارن. در ایران شرایط کیفیت به اصطلاح مربوط به زندگی به شدت پایین هستش، به شدت ضربه خورده، به خاطر اینکه همونطور که گفتیم فقر بیشتر شده و اساسا یک جامعه ای که نتواند از امکانات هنری لازم، از امکانات مربوط به زندگی شادمانه مثل موزیک، مثل آواز برخوردار بشه، و این جزء همون کیفیت هستش. زمانی که مردم ایران این همه زیر فشار گرد و خاک و در واقع مجموعه این خشکی که به وجود آمده زندگی میکنن، بنابراین زندگی آرام، زندگی در واقع پر به اصطلاح با آرامشی ندارن. این زندگی زندگی پر مخاطره هستش، زندگی پر خطر هستش و به همین خاطر آسیب‌هایی مانند در واقع فحشا، مانند در واقع اعتیاد، مانند به هر حال خودکشی، مسائل مربوط به بیماری‌های روانی در ایران بسیار بالا هستش و این نتیجه چیز نتیجه اون نابسامانی هستش. بنابراین افت شدید کیفیت زندگی در ایران، بله، این یک واقعیتی هست به خاطر زندگی مادی، معنوی، هنری، محیط زیستی در ایران شدیداً ضربه خورده است و بنابراین در کشور ما ایرانیان ما متاسفانه در شرایطی قرار دارن که شرایط بسیار بسیار نامناسبی هستش و یکی از عوامل اصلی این نامرادی ها همین وجود جمهوری اسلامی هستش که این جمهوری اسلامی دینی باید در واقع به کنار برود، واژگون بشود تا بتونه این جامعه نفس بکشه و نمایندگان واقعی و دموکراتیک این مردم بالا بیان که اونها بتونن مدیریت جدیدی رو چی پیریزی کنن و بنابراین از این مخمصه ما بیرون بیاییم. بسیار ممنونم آقای دکتر، وقت ما به پایان رسید. امیدوارم که باز هم بتوانیم به زودی با شما گفتگو کنیم. شب و روزتون خوش. شب و روز همیهنان عزیز همچنین. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر.